خانم مولوی، سال 1401 رو شما چطور درک کردیم؟ به سال 1401 خب از زاویه های گوناگون میشه بهش نگاه کرد. من گمان میکنم که پیش از هر چیزی 1401 سال چرخشگاه تاریخی فرهنگی پر اهمیت و ارزشمندی هست، اگر که ما نگاه کنیم به سیر تاریخی جنبش های پسا مشروطه. میدونیم که انقلاب مشروطه با سه خواست بنیادین شروع شد. یکی حکومت قانون بود، یکی عدالت یا دادگستری بود و دیگری آزادی بود. و خب این انقلاب مشروطه البته که دستاوردهایی داشت، اما تمام و کمال تحقق پیدا نکرد و در دوره پهلوی هم، در دوره شاه هم، در واقع یک بیراهه انسداد سیاسی که پیش آمد مردم ایران رو کشوند به طرف یک بیراهه دیگری در واقع در آیندهش، و به هر حال کشونده شدن مردم به طرف انقلاب 57. بعد وقتی که حکومت یا نظام یا رژیم در واقع جمهوری اسلامی که بنیانگذارش آقای خمینی بود مستقر شد، ایران در واقع دچار یک گسست تاریخی شد. چرا؟ برای اینکه آقای خمینی میخواستن که در واقع یک پیکره نظمی رو که بر مدار ولایت و امت بود رو جایگزین اون ساختار دولت ملتی که در دنیای مدرن رایج هست بکنن، و به این ترتیب این یک گسست تاریخی به وجود اومد. و در این 40 و چند سال هم در بزنگاه های تاریخی البته نیروهای پیشرو جامعه ایرانیان به شکلهای مختلف اعتراض خودشون رو نسبت به چنین رژیمی نشون دادن، تا اینکه الان رسیدیم به این امسال و 1401 جنبش و خیزش ژینا یا مهسا رو داریم. و اهمیت این جنبش در این هستش که در واقع بازگشت به گذشته رو و یا موندن در وضعیت فعلی رو ناممکن میکنه و این رفتن به سوی یک آینده، به سوی یک انقلاب و گذشتن از جمهوری اسلامی رو در واقع یک ضرورت تاریخی میکنه. این از یک دیدگاه. از یک دیدگاه دیگه اگر به 1401 نگاه بکنیم، میبینیم که در این 1401 اتفاق خوبی که افتاد به برکت همین جنبش و خیزش ژینا یا مهسا این بود که یک همبستگی ملی بین مردمان گوناگونی که در جاهای گوناگون ایران زندگی میکنن پدیدار شد. یعنی در حالی که در این 40 و چند سال رژیم به شکلهای گوناگونی با پیاده کردن اون سیاست خودی و ناخودی و تفرق افکنی برای اینکه سلطه خودش رو حفظ بکنه و حتی در یه دوره‌هایی به هر حال مفهوم ایران رو با مفهوم رژیم یکی کردن و با بلطایف الحیل این کوشیده بود که بندهای یعنی دلبستگی‌های ملی آدم‌ها گوناگونی که در ایران زندگی میکنن کم بشه و در واقع مفهوم ملی، آنچه که ملی است، آنچه که مشترک است میان مردمان گوناگون یک سرزمین کم رنگ بشه. به رغم همه این کوشش ها و سرکوب ها و اینها،
ما در با این جنبش و خیزش دیدیم که مردم چقدر هم دلبسته هستند، همبسته هستند و ژینای کردستان در واقع شد مهسای ایران و بعد مهسای ایران هم به قدری قدرت و توانمندی داشت که جهانی شد. یک نکته دیگه هم هست در این 1401، من رو سعی میکنم کوتاه بگم و اونم همین در همین حرف آخری بود که گفتم، یعنی اتفاق دیگری که اتفاق خوشایندی بود و باز اون رو هم به برکت همین جنبش و خیزش ژینا داریم، اینی که برای نخستین بار مردم ایران تونستن با رساترین و گویاترین صدا یک شرحی از آنچه که بر اونها در سایه این رژیم میره رو به گوش جهانیان برسونن. و خب این هم یک اتفاقی بود که یعنی صدایی که شنیده شد از ایران در شعار زن زندگی آزادی تونست همه جهان رو به طرف خودش بکشونه، توجه مردم جهان رو، و فراگیر و عالمگیر بشه. و این خب به گمان من یک دستاوردی هستش که امیدوارم که ما بتونیم که ادامه بدیم این دستاورد رو و ازش بهره هایی رو که نیاز بهش داریم رو بگیریم. این چیزهایی بود که 1401 در واقع به ذهن من میرسونه که چرا 1401 مهم هست. شعار زن زندگی آزادی از نظر شما به چه معناست و چه چشماندازی رو در 1402 پیش روی ما قرار میده؟ ببینین، من این به تکرار این رو گفتم که این شعار زن زندگی آزادی بسیار شعار پیشرویی هست و به جا بوده، به گاه بوده، به موقع بوده و هوشمندانه بوده و فراگیر بوده و همه اینها در نهایت این شعار رو بسیار زیبا و پرکشش کرده، نه فقط برای ما مردم ایران بلکه برای همه جهان. حالا چرا اینطور بوده؟ برای اینکه در این 40 و چند ساله یک رژیمی سلطه‌گر بوده که هم زن ستیز بوده، هم زندگی ستیز بوده، هم در واقع آزادی ستیز بوده، یعنی به هر شکلی دشمن مردم بوده و در نتیجه این به این دلایل هست که این شعار یعنی زن زندگی آزادی این همه تونسته که یعنی ایرانی ها رو در واقع حول خودش بتونه جمع بکنه. یک نکته دیگری که درباره این زن زندگی میشه گفت اینه که این شعار زن زندگی آزادی بسیار پیشروه و بسیار فراگیره، یعنی فقط به یک گروه خاص نیست. با زن که شروع میکنه در واقع تمام تبعیض‌هایی که این رژیم بر زنان اعمال میکنه رو میپوشونه و بعد جنبه های گوناگون زندگی رو در بخش دومش و آزادی هم که خب روشنه که به هر حال این رژیم درکی اصلا از مفهوم آزادی و به ویژه آزادی های فردی نداره و به گمان من این شعار در واقع مانیفست خودش رو به شکل گسترده تر در ترانه برای شروین پیدا میکنه که اون مدار یا محور همون برای زندگی معمولی هست و بعد شاخه هایی که هست در پیرامون یک زندگی معمولی نگاه که میکنید در همون ترانه میبینید که خواست های بسیار ساده
و بسیار بدیهی و بسیار در این حال بنیادین هستند برای یک زندگی عادی، همون زندگی که بسیاری از آدم ها دست کم حالا به هر حال در بخش پیشرو جهان به طور نسبی هم که بگیریم ازش برخوردار هستن، و به این ترتیب هستش که این شعار تونسته که این همه در واقع بتونه که یک گرانیگاهی باشه برای اینکه مردم رو به طرف خودش بکشونه و به ویژه مردم ایران و به ویژه زنها و به ویژه جوانها بتونن که بر پایه اون به رو به جلو حرکت بکنن. خب در این حال ما در این را هم که همه میدونیم که به هر حال ما با یک حکومت سرکوبگری روبرو هستیم که هیچ ابایی نداره از اینکه تا جایی که میتونه و در توان داره سرکوب رو شدت ببخشه، و میدونیم که بسیاری هستن که از کنشگران، نه فقط از کنشگران سیاسی و مدنی، که حتی آدم های عادی که در حبس هستن، در زندان هستن، و نهادهای مدنی هم امکان این که شکل بتونن تداوم داشته باشن رو ندارن. با همه این حرفا به گمان من به اصطلاح بر همین محور زن زندگی آزادی در سال پیش رو و در آینده، واقعیت اینه که برگشتی به گذشته امکان پذیر نیست و در امروز هم نمیشه درجا زد. یعنی این وضعیت به مرحله رسیده که باید فقط پیش بره و بگذره. یعنی مردم چاره ای ندارن، در وضعیتی هستن که فکر میکنن که باید گذر کنن از جمهوری اسلامی، و این به گمان من در وضعیتی که ما هستیم تنها راهی که میمونه اینه که واکنش های فردی که در این سالیان ما دیدیم تا پیش از این جنبش نسبت به چنین سلطه و استبداد و زوری، از سطح واکنش های فردی بره به سطح دیگری که کنش های جمعی هست و نافرمانی مدنی به شکل به اصطلاح با گفتمان نگفتن به زور، نگویی به زور، به قدری رایج بشه، به قدری گسترده بشه در بین مردم که به حالت یک به اصطلاح یک آموزه درونی در بیاد تا این دوره گذار رو ما بگذرونیم. وگرنه زمانی که کنشگران بشه شدت سرکوب میشن، راه دیگری جز نافرمانی مدنی و جز اینکه ما به شکل مستمر و پیوسته و پیگیر بتونیم به هر شکلی در هر جمعی کوچک و بزرگی و در هر جایی و در هر لحظه‌ای و در هر مکانی از هر فرصتی برای نگفتن بهره بگیریم و به این ترتیب در واقع بتونیم اون قدرت بی قدرتان رو نشون بدیم که میتونه به هر حال این هم یک کاری بکنه و برسیم به اون جایی که تکیه رو بر خودمون بگذاریم. یعنی شهروندان عادی برسن به جایی که حالا نه همه 80 میلیون بلکه شماره بیشترشون برسن به جایی که بدونن که امکان دگرگون کردن و گذر کردن رو خودشون فراهم می آورن و نه دیگران. حالا این دیگران هر کس دیگری که بیرون از اون جامعه هست باشه. من چنین یعنی فکر میکنم این ناگزیره و راه دیگری نداریم و به امید معجزه‌ای نمیتونیم بمونیم. به نظر شما به لحاظ فرهنگی از جمهوری اسلامی عبور کردیم؟
ببینیم من چون یعنی اگر یه نگاه تاریخی بکنیم، خب باز برمیگردم به مشروطه که آغاز دوره مدرن هست برای تاریخ ما. ما میبینیم که در اون دوره در واقع ملت یا مردم ایران ناگهان از خواب چند ساله بیدار شدند و دیدند که در زمانی که اونها خواب بودن، در واقع دنیای غرب، حالا اگر نگیم که همه جای دنیا که البته درست نیست، جهان غرب، جهان پیشرو، رنسانس رو پشت سر گذاشته و رسیده به روشنگری رو پشت سر گذاشته، رسیده به یک دوره مدرن، رسیده به مدرنیسم و مدرنیته و خب این آغاز انقلاب مشروطه شد. اما الان که ما در این مرحله از تاریخ هستیم، در یک دوره و زمانه زندگی می کنیم که جهان هرچند که یک پارچه نیست اما به هم پیوسته است. یعنی دست کم از زمان اینترنت به بعد میشه گفت که جهان به هم پیوسته است و دیگه نمیشه، یعنی هیچ نیروی، هیچ دیکتاتوری نمیتونه و هیچ مرزی و هیچ حصری نمیتونه این پیوستگی جهان رو در واقع مانع بشه و مردم رو از این با خبر بودن از دیگری و دیگران و جهان به اصطلاح باز بداره. بنابراین البته که به همین دلیل هم هست که چنین اتفاق بزرگی افتاد، که یعنی شما میبینید که جوانها و زنها، حالا یک حادثه تراژیک اتفاق افتاد و پشتش یک پیشینه و تاریخی هست، انباشت خواستهایی که در این 40 و چند سال بوده، ولی در هر حال یکو شما میبینین که در برابر یک چنین سرکوب هولناکی چگونه پردلی و شجاعت و دلاوری در بچه ها، در جوان ها دیده میشه که اینطور میستن. و این خب نشون دهنده اینه که ارزش های فرهنگی آدم ها تغییر کرده و ممکنه که خودشون در حصر باشن، ممکنه که خودشون در بند باشن یا محدودیت های فراوانی داشته باشن، ولی ذهنشون در بند نبوده، در حصر نبوده. بنابراین در پاسخ به حرف شما، بله حتما، برای اینکه رژیم حاکم در واقع یک رژیم زمان سرآمده است یا آناکرونیستیکه، یعنی وقتش گذشته، اصلا از اول هم در واقع در زمان حاضر نبوده. بنابراین بی تردید الان که 40 و چند سال گذشته و در عصر اینترنت هستیم، حتما همینطوره که دیگه ارزش‌های فرهنگی و نرم‌های اجتماعی کاملا چنان تغییر کرده و دگرگون شده که تن نمیده به چنین استبداد و انقیادی.